کلیک راست، اوپن، برنامه نویس اجرا میکنید. گاهی وقتا در مطالعات اتفاق میفته که یک حوزه به زیر حوزه های دیگه تقسیم میشه. برای سرعت عمل بیشتر بهتره که زمانی که داریم مرز زیر حوزه ها رو با مرز حوزه ها هم روغو میکنیم که بتونیم با یک دستور اطلاعات مربوط به زیر حوزه هم داشته باشیم. ما الان اطلاعات مربوط به کل حوزه هم داریم. در بعضی از مطالعات گاهی وقتا شما به 20 تا زیر حوزه برمیخورید که اگر بخواین بعد تک تک اینا همه این کار را انجام بدید، هم زمان بیشتری صرف میکنید و هم حجم اطلاعاتتون زیاد خواهد شد. از این رو بهتره که نقشه بک‌گراند خودتون رو باز کنید و نقشه خطی کشمنت باندریتون رو به این نقشه اضافه کنید. زیر حوزه های مربوط به این حوزه رو شناسایی و شروع کنیم به رقومی کردن. خب ادیت، ادیت لایر، سگمنت، کچمنت، باندری. ویرایش میکنیم نقشه خطی قبلی رو و به همین نقشه اضافه میکنیم خطوط دیگر رو. خب بعد از اینکه فایل کاستومایز شما سیف کردین، پیغام میده اینجا، به چسب میدن، میگیم yes. زیر حوزه ها رو تعریف میکنیم، زیر حوزه A, B, C و زیر حوزه نهایی int. من به طور خیلی آموزشی این زیر حوزه رو بستم. استانداردی هستش برای حوزه، هر حوزه و زیر حوزه باید مساحت خاصی داشته باشه. چون منطقه کوچیک هستش هم حجم فایل کمتری داشته باشیم برای لود کردن، من اینگونه بستم. شاید مبنای علمی درستی نداشته باشه این کار، اما به همین منوال خواهد بود. خب رقومی کردن تمام میشه، من به دو تا زیر حوزه تبدیل کردم اینا رو. خب دوستان پولیگونایز صورت دستور پولیگونایز میدیم ما و از بستن خطوط هم مطمئن میشیم. از فایل پولیگونایز من یک نام میدم به نام حالا ساب بیس زیر حوزه، دومین تعریف میکنم کلاس ساب بیس. زیر حوزه رو هم میتونم اینجا تعریف کنم هم هنگام پولیگونایز کردن. اینجا به من میگه که اینجا مرز حوزه بسته نشده. عرض کردم که بسته نباشه به ما ارور خواهد داد. میبارم اینا برای مرز اطمینان، چون عرض کردم که گاهی وقتا پنس کار نمی کنه. بهتره که قبل از اینکه شما پولیگونایز رو انجام بدید با دستور فایل چک سگمنت دد اند چک کنید. میگه نو، هیچ خطی آزاد نیستش. خب دوباره من پولیگونایز رو انجام میدم، ساب بیس، چون دومین ساختم از همینجا انتخاب میکنم ساب بیس. اوکی خب به این به طور مثال A میدم، دوباره کلیک میکنم یا انتر میکنم، کادری باز میشه، نیو، نامشو A میگیرم، رنگشو قرمز، انتر، نامشو B میگیرم، رنگشو آبی،
و اینم به طور مثال اینت میگیرم، رنگشو سبز. خب خارج میشم ازش. خب نقشه پلیگون ساب بیس رو کلیک راست میکنم، پلیگون تو رستر میکنم، بس جی اورف شو تبدیل نقشه رستریش میکنم. خب اگر بخوام نقشه هیپسومتری شیب جهت این زیر حوزه رو داشته باشم، کافیه که روی ساب بیس کلیک راست کنم، رستر اپریشن کراس، نقشه اسپکت فلت 9 رو انتخاب میکنم اینجا، یک جدول و یک نقشه خروجی، میگم اسپکت ساب بیس. همین نام میتونم کپی کنم اینجا پیست کنم، شو دوستان منظور از اطلاعات مربوط به هر زیر حوزه اینجاست، زیر حوزه A این مساحت هاست، زیر حوزه B این مساحت ها و این مساحت هاست. یه زمانی شما کلی بحث میکنین کل حوزه کچمنت، یه زمانی زیر حوزهی بحث میکنین. برای شیب زیر حوزه ساب بیس کلیک راس رسل اپریشن کراس، نقشه اسلوب یا همون کلیپ اسلوب پی سی تی، یک نام میدم اسلوب ساب بیس، کپی میگیرم اینجا پیست میکنم، شو این هم زیر حوزه ای بحث شده، زیر حوزه آ در سطح فراوانی منشی بشه و این نقشه هیپسومتری هم به همین صورت.